به نقل صفحه رسمی مارشال عبدالرشید دوستم، در جلسه امروز تصمیم گرفته شد که استاد عطا و مارشال عبدالرشید دوستم تا آخرین رمق حیات در برابر طالبان خواهند رزمید. تلویزیون هندی رسما اعلان کرد که در دوحه توافق شده تا ملا برادر رئیس جمهور افغانستان شود. طالبان برای ازدواج با دختران 12 ساله خانه ها را می گردند و آنان را مجبور به بردگی جنسی می کنند. امرالله صالح تصمیم گرفته شد تا در برابر طالبان مقاومت کنیم. در اخیر اعدام شخص در طالقان مرکز ولایت تخار سوی طالبان که به خواهرش تجاوز کرده است. در ادامه با پروژن سیتی همراه باشید. به نقل صفحه رسمی مارشال عبدالرشید دوستم، تازه پس از چهار روز جمعه جلسه فوق‌العاده امنیتی با اشتراک الحاج مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و استور جنرال عطا محمد نور، رئیس جمعیت اسلامی افغانستان، محمد فرهاد عظیمی والی بلخ، فرمانده قل اردوی 209 شاهین، فرمانده امنیه و رئیس امنیت ملی بلخ و نمایندگان احزاب مختلف در این ولایت برگزار شد. در این جلسه بر هماهنگی و انسجام تمامی قوت‌های بسیج مردمی برای حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در شمال، بخصوص ولایت بلخ و شهر میمنه ولایت فاریاب در مقابل دشمنان مردم افغانستان تأکید شد. در این جلسه همچنین مارشال عبدالرشید دوستم و استاد عطا محمد نور ابراز کردند که تا آخرین رمق حیات در مقابل اجنبی‌ها و مزدورانشان می جنگند و از مردم افغانستان دفاع قاطعانه می کنند. در این جلسه فیصله به عمل آمد که تمام نیروهای مقاومت و بسیج مردمی با رهبری استور جنرال عطا محمد نور بوده و الحاج عبدالرشید دوستم نیز از تمامی عملیات ها و خطوط جنگی نظارت کرده و مشوره های لازم را برای نیروهای امنیتی و دفاعی، خیزش های مردمی و قوای هوایی می دهد. ایجاد چندین مرکز سوق اداره در سطح ولایت بلخ، حمایت از احزاب سیاسی از عملیات های ضد طالبانی، تجهیز و اکمال نیروهای بسیج مردمی از سوی قل اردوی 209 شاهین، ریاست امنی و فرماندهی امنیه بلخ از موارد بسیار مهم نشست امروزی در جلسه شورای نظامی بلخ بودند. تلویزیون هندی رسما اعلان کرد که در دوحه توافق شده تا ملا برادر رئیس جمهور افغانستان شود. این در حالی است که مذاکرات صلح از چند پیش در دوحه پایتخت قطر جریان دارد و تا هنوز به نتیجه نرسیدند. از سوی خواست نمایندگان طالبان از حکومت افغانستان و جهانیان این است که رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی از قدرت کنارگیری کند تا به یک گفتگوی مسالمت‌آمیز دست پیدا کنیم. امرالله صالح تصمیم گرفته شد تا در برابر طالبان مقاومت کنیم. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در توییت نوشته است که در جلسه امروز جمعه بر ریاست رئیس جمهور غنی با قاطعیت و عزم راسخ تصمیم گرفته شده است تا در برابر طالبان مقاومت ایستادگی صورت گیرد. آقای صالح همچنین در صفحه فیسبوک خود نوشته است که دولت با تمام امکانات و منابع از مقاومت ملی در برابر طالبان حمایت میکند. با گفته صالح تمام امکانات مورد ضرورت در اختیار قوای مسلح و مقاومت ملی قرار میگیرد. این در حالی است که طالبان از تاریخ 15 ماه جاری خورشیدی تا کنون مراکز 18 ولایت را تصرف کردند. شهرهای قلات، ترینکوت و پل علم در جریان امروز به تصرف طالبان درآمده است. با سقوط شهر پل علم، طالبان تا 50 کیلومتری کابل رسیدند. از سوی دیگر همزمان با تشدید حملات طالبان، نمایندگان شماری از کشورهای منطقه و جهان و نیز سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواهان توقف خشونت‌ها و حملات بر مراکز ولایت و شهرها شدند. آنان در یک بیانیه مشترک که از سوی وزارت خارجه قطر منتشر شده گفتند که حکومتی که با استفاده از راه نظامی در افغانستان تحمیل شود را به رسمیت نمی‌شناسند. طالبان برای ازدواج با دختران 12 ساله خانه ها را می‌گردند و آنان را برده جنسی خود قرار می‌دهند. طالبان خانه به خانه می‌روند و دختران 12 ساله را با اجبار به عقد خود در می‌آورند و آنان را مجبور به بردگی جنسی می‌کنند. فرماندهان طالبان پس از تصرف برخی مناطق افغانستان با امامان محلی دستور دادند تا فهرست زنان مجرد 12 تا 45 ساله را برای ازدواج با سربازان طالب به عنوان غنیمت جنگی با آنان تحویل بدهند. دل مل اعدام شخص در طالقان مرکز ولایت تخار سوی طالبان که به خواهرش تجاوز کرده است.
طالبان قرار است 3 تن را در چمن شهرداری شهر طالقان ولایت تخار بدار بیاویزند. منبع میگوید این تعدادی که به دار آویخته میشوند به جرمهای ذیل مرتکب شدند. شخصی که قرآن کریم را با آتش کشیده بود، شخصی که به خواهرش تجاوز نموده بود و شخصی که پدرش را به قتل رسانیده بود. دوستان و همراهان عزیز، ممنون که بیننده این ویدیو بودید. برای نیروهای امنیتی کشور دعا کنید. زنده باد افغانستان. به امید افغانستان آزاد و سربلند. متقی مسئول کمیسیون مناخدش ما. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. کماندان صاحب محترم، خوب هستی، بخیر هستی، خوش آمدی، بسیار خوش آمدی، بسیار خوش آمدی. با آمدن شما بسیار خوشحال شدیم و تمام مسئولین امارت اسلامی افغانستان خوشحال شد و همه مبارکی میگوین. تشکر، در آمد باشین. خداوند به شما و همه برادرات ساعت کامل لذت و سعادت نصیب بگردانه. خیر، ببینی بسیار خوب شد علی. با دیگه برادرها هرچی که خصوصا در جمعیت اسلامی باشه، صلاح الدین خان است یا تمام محمد نور باشه یا احمد مسعود باشه یا دیگه یونس قانونی و دیگه و دیگه، با تمام اگر در تماس شوی، تشویق شوه، با امارت اسلامی افغانستان از طریق مفاهمه و مذاکره یک جای شوه، بسیار خوب می آید تا که ملت ما و شما بعد از تکالیف و از رنجها خلاص شوه. انشاءالله بسیار خوب شد. مجاهدین خیلی خوشحال است و انشاءالله با امیدواری انشاءالله بیجان ختم شد. ما همی فکر داریم که نمی مشکلی 40 سال گذشته چطور پایان پیدا کنند و چطور مردم ما و شما از تکالیف خلاص شوند. به این خاطر میگیم که اگر با دیگه برادرها هم در تماس شوی و با مردم خود خوب پیغام ارسال شود، انشاءالله اثراتش بسیار خوب میآید. انشاءالله ما هم را اینا صحبت میکنم. خوب خاطر جمع باشیم، بیاری پروردگار برای ختم این جنگ باید همه ما تلاش کنیم و یک فضای صلح انشاءالله امیدواریم که در افغانستان وجود بیاید و حکومت اسلامی که همه خود در او ببینن و قناعت کنن تا این جنگ بیاری پروردگار ختم بشه و فضای آرامش و امنیت در افغانستان حاکم بشه. تا کار خوبی است. بله بله، ما میگیم که یک چانس برای مردم افغانستان آمده که مردم از بدخشان تا هرات، از هرات تا هلمند و تا ننګرهار به یک صدا بلند شده و الحمدلله بدون از مداخله خارجی ها یک قیام ملی صورت گرفت، تا که از خوب استفاده شود، تا که مردم ما و شما در مابین خود مشکلات خود به خود حل کنه و دست خارجی ها قطع شود. جناب متقیش بزرگوار، ای بستگی دار اگر قبول کنیم چقدر میتونیم که یک عدالت اجتماعی به وجود بیاریم تا همه خود در نظام شریک بدانند. بله بله، ما میگیم که نمو ضرب المثل است که از یک دست صدا بلند نمیشه. خدا کنه که از هر طرف امیتو یک نظر خوب، امیتو یک حسن برخورد صورت بگیره و با یک دیگه برادران نزدیک شوه و خصوصا از نگاه تبلیغات، از نگاه چیزی گفتن باید بسیار احتیاط شوه. ما خود تماما اندیوالای خود را، تماما مسئولین امارت اسلامی افغانستان که در بخش مطبوعات کار میکنه یا در دعوت و ارشاد کنترول کردیم که هیچ لفظ نازیبا درباره مخالفین گفته نشوه. خدا کنه که از هر طرف امیتور یک اقدام خود خوب صورت بگیره تا که مردم رنج دیده ما و شما از مشکلات خلاص شوه. مردم بسیار به تکلیف شده، اینمی 20 سال بسیار تکالیف دیده و یک چانس است که دیگه افغانستان از مداخله های خارجی ها خلاص شوه و هم از مخالفت های داخلی خلاص شوه. چقدر ما میتونیم مو فاصله های دور نزدیک بکنیم و چقدر هم پذیری داشته باشیم تا اعتماد بین همه به صورت واقعی به وجود بیاید. بله بله، ما خوب این خاطر به شما گفت کمک طولانی کردیم که شما هر چیز به چشم سر خود دیدی که مجاهدین الحمدلله در حالت کامیابی و در حالت سلطه و غلبه الحمدلله با مخالفین برخورد بسیار صمیمانه داره. میخوام که نمی تصویر و نمی برخورد و نمی
چیزی که شما به چشم سر خود دیدی با دیگه برادرها انتقال شد و خصوصا کسانی که به نام مجاهدین یاد میشه، دیگه باید از این فاصله ها و از این مخالفت ها هر کس خود نگاه کنه و یک جای بیاییم با یک گلم بشینیم با و یک دیگه دست برادری بیتیم تا که مشکلات آینده افغانستان حل شوه و برای جهان هم کدام دلیلی نباشه که دیگه مداخله بکنه و در داخل هم مردمی با یک دیگه اعتماد بکنه و از مخالفت یک دیگه دست بردار شوه. بله؟ انشاءالله. بله شنیدم جناب متقی صاحب، لطف کردیم، تشکر. خب انشاءالله اندیوالای ما خونجا هست در دعوت و ارشاد، مولی صاحب و غلام حیدر صاحب از دیگه اندیوالا هست، اگر هر خدمت بود انشاءالله میکنه، کدام خدمت اگر باشه خب گفته میتانی ما انشاءالله بر اونها هدایت میکنیم. انشاءالله بیاری پروردگار. مولی صاحب یک شخصیت خوبی است و حرف شما معقول است، انشاءالله میتونیم با هم دیگه با تفاهم مشکلاتی هم اگه ایجاد بشه حل میکنیم بیاری خداوند. خب بسیار خوب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، خداوند حافظ و ناصر.